با درود به یاران ایران فردا، درود به همه شما عزیزانم که با پیام‌های خود، راهنمایی‌های خود، دلگرمی دادن‌های خود، با انرژی مثبت ما را در کارمان باعث میشید که پای بیشتری بفشاریم، بیشتر ثابت قدم باشیم. حالا در کنارش بی‌معرفتی هم هست دیگه، چپ و راست. آرش مسئول سایت و همینطور سایت خلیج فارس که اونجا اداره میکنه و کارهای فنیشو انجام میده اشاره میکرد راجب یه آدمی که گفت در یونان نشسته و تیر در تاریکی میاندازد و عشقش اینه که هر روز یه ناسزایی به ما بگه. خب اشکال نداره، هر کسی از یه راهی باید نان بخوره، بعضی هم از راه ناسزا گفتن به ایران فردا و بنده. انواع و اقسام این بساطم راه افتاد. حالا اسناد ویکیلیکس گفتم راجع به عربستان در اومد، آقا چرا اسم نوریزاده نیست؟ حالا فردا مال بورکینافاسو در میاد، آقا چرا اسم نوریزاده نیست؟ 37 سال از این اسناد داره در میاد. گفت آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. حالا بگذار بنویسند و بگویند. من و همکارانم شما رو داریم، بهترین انسان ها و بهترین یاران. هفته بدی بود اتفاقی که در کویت افتاد، در تونس. من تونس رو خیلی دوست دارم، یکی از اون کشورهای دوست داشتنیه به خاطر انسانهاش، به خاطر اینکه جنبش سبز اونجا بدون اینکه به خون بنشینه. بن علی خیلی زود رفت، کشتار نکرد، قذافی نشد. آقای راشد القنوشی بعد از 30 سال به کشورش بازگشت، مثل آقای خمینی اعدام نکرد. من اول خیلی بدگمان بودم، ولی نشون داد یه تونسیه، با آرامش انتخابات رو باخت. اوکی. رئیس جمهوری رو، ریاست جمهوری رو باختن. اوکی. و در عمل این مردم با گذشت و مردم متمدن که به برکت وجود حبیب بورقیبه یه جامعه‌ای داشتن که در آن به زنها ظلم نمیشه، باید وقت دوچار اسلام ناب انقلابی داعشی بشه. ببینید چه کردن. معلومه 1 میلیون 2 میلیون توریستی که رزرو کرده بودن که جولای، آگوست، سپتامبرن اونجا، اون هوای خوب، اون غذای خوب، اون آسمان خوب، اون مردم خوب، حالا خیلی هاشون لغو میکنن سفرشون. یعنی گرسنگی برای کارگرا، برای کارکنان هتل‌ها، خالی بودن اتاق‌ها، بی رونق شدن ساحل، از صدا افتادن ساز و کمونچه، مرده بردن کوچه به کوچه. کویت، کشوری که در اون تسامح مذهبی به وفور، شیعه و سنی و مذاهب دیگر، مسیحی، یهودی. یه چیز جالب بهتون بگم، بهایی‌های ایران هیچ کشوری به اندازه کویت آزاد نیستن، چون کسی کاری بهشون نداره، کسی سوال نمی‌کنه مذهب چیه. و من میشناسم چند خانواده محترم بهایی رو در اونجا، بسیارم ارزشمندن، اعتبار دارن تو جامعه. وقت در اونجا یه مسجد شیعه رو، مسجد امام صادق، 2000 نفر ظهر ماه رمضان نماز دارم میخونه، نماز جمعه، بمبی منفجر میشه. باور کنید داعش اعلام کرد این کارو کرده. این داعش یه سرش میخوره به سپاه قدس، به قاسم سلیمانی، به حسین طائب، همون کاری که تو عربستان هم کردن، موج شیعه و سنی ایجاد بکنه. در عربستان حکومت خیلی عاقلانه رفتار کرد، بلا فاصله مقامات بلند پایشون پاشته رفتن از زیارت دو مسجد، از مجروحان دیدار کردن، بلا فاصله یه مبلغ خیلی بالایی برای شهدا و خانوادهشون گذاشتن، برای مجروحان، نام شهدا رو بر خیابانها گذاشتن و خیلی سریع جلوی
اینکه این حالت ایجاد یک نفرت بکنه گرفتن. تو کویت امیر کویت پاشد رفت به مسجد، گوینده میگفت امیر اومد از فرزندانش از شهدا بیاد نگاهشون کنه، از اونا که زخمی شدن استمالت کنه. نخست وزیر، وزیر کشور، ولیعت، وزیر اطلاع رسانی، همه رفتن برای اینکه جلوی این فاجعه رو بگیرن. سومالی، عراق، در سوریه، اینا رو که دارم بهتون میگم چون شنبه شنبه من برنامه ندارم، دلم پر بود، واقعا دلم پر بود. یه مقدارش روز جمعه تو تفسیر خبر خالی کردم، ولی واقعا دلم انقدر پر بود، امروز که به هر حال برنامه من پخش میشه گفتم اینا رو هم با شما بگم. و میدونم شما بینندگان سخنسنج و فهیم ایران فردا متوجه هستید، تا زمانی که مذهب دکانی باشد در دست ضد خدایان، ضد دین، در مورد ما ضد اسلام، چه شیعه چه سنی، این فجایع تکرار میشه. دین رو باید نجات داد. چگونه؟ دکانداران دین رو برکنار کرد، خلع کرد. و اینو من به شما قاطعانه میگم، روزی که جمهوری ولایت فقیه نباشه، اون روز این بساط جنگ مذهبی هم نخواهد بود. اینو من ایمان قاطع دارم. انگار شاه پیشبینیش بهتر از ماها بود. نمیدونم ماها کجا بودیم. گوش میدیم اولین پیام رو. درود بر شما جناب آقای میرزاده. بسیار خوشحالم از این برنامه شما با شاهزاده رضا پهلوی. بسیار ممنون که واقعا ما رو برد به 40 سال پیش. امیدوارم که موفق باشید و ما آرزومون همون چیزهایی است که رضا پهلوی در گفته هاش گفت. متشکرم. خداوند نگهدار همه شما باد. سپاسگزارم بانوی گرامی، ممنونم از لطفتون. هموطن بعدی. سلام، سپاسگزاریم از برنامه‌تون، خیلی خیلی سپاسگزاریم. آدم رو روشن میکنه. ما های اون خواب بودیم. ممنونم برادر عزیزم. هموطن بعدی. سلام بر شما، سلام بر تلویزیون ایران فردا. من از اربیل با شما صحبت میکنم. بسیار خوشحالم که تلویزیونی هست که واقعیت اندیشه خودش رو در با مردم ایران بیان میکنه. من در ژرفای اندیشه آقای دکتر نوری‌زاده شکی نمی کنم. پس چند شب پیش ایشون فرمودن که آقای هوشیار زیباری خواهرزاده آقای بازرگانی نیست. نه، ایشون دایی آقای بازرگانی هستند. بسیار بسیار سپاسگزارم از استادی و اندیشه ایشان. این حرف من چیزی کم نمی کنه. پس خواستم این رو خدمت ایشون عرض بکنم. سپاسگزارم عزیزم، خیلی ازت ممنونم. بله، من جای دایی خارزاده رو عوض کردم، خارزاده رو نشوندم جای دایی. معذرت میخوام، شاید یه دلیلش به تفاوت سنی نگاه کرده بودم، چون فکر کرده بودم که حالا دایی نباید از خارزاده جوان‌تر باشه. نمیدونم، تو ذهنم مونده بود. گویی که خود من یه دایی دارم که از من کوچیک‌تره. این اتفاقا همیشه میفته. به داییم هم سلام میکنم. بیننده بعدیم. الو، من خواستم به آقای دکتر نوری‌زاده که خب من ارادت هم دارم خیلی برنامه شد بشکنم، خواستم یه پیشنهاد بکنم که این شرح جنایات جمهوری اسلامی هیچ دردی رو دوا نمی کنه، بلکه باعث خوشحالی جمهوری اسلامی میشه. به این دلیل که خودشون که نمیتونن بگن ما جنایت کردیم، ولی برای شماها اون کار انجام میدید و این باعث میشه که مردم را به وحشت و ترس بندازن
که دیگه تکرار اون کارا را نکن. مرسی، خدا دوست من. فکر کن من اصلا شرح جنایت جمهوری اسلامی رو ندم، یعنی هر روز بیام اینجا بشینم مثل یه تلویزیون، یک دو تلویزیون دولتی، خبرها و مسائل رو به گونه بازگو کنم که انگار ایران سوئیس شده، خوش و خرم، همه چی رو به راست. آقا اصلا نمیدونی چه پلایی ساختن، چه جاده هایی، چه هتلایی، همه اینا رو بگم. اما من باید بگم هتل بستانی که ساختن به کی ارتباط داره، چه کسانی اونجا اقامت میکنن، بگم یمنیایی که اومدن آموزش موشکی ببینن کجان، از پول ملت ایران. باید بگم بچه های کردو چجوری میکشن، بچه های عرب ایرانی رو، باید اینا رو بگم. تو آذربایجان چه جنایتی کردن، یک کارگر، کارگری که توی یه رستوران ترکی کار میکرد، دیشب به من گفت که در روستای ما در نزدیکی خوی 60-70 تا جوون رو گرفتن و 2-3 تاشون رو اعدام کردن و مدعی شدن نزد اینا خشاب مسلسل پیدا کردن. به کی باید گفت؟ بلوچای ما 70% میگه زیر خط فقرن. نه نه، 90% زیر خط فقرن. به قول یه دوست من میگفت این ظلمی که به بلوچا میشه، فقری که در اونجا هست، عامل رشد بنیادگرایی اسلامی سنیه. اگر عدالت میشد، اگر مردم همون روزگار قبلشونو داشتن، اون وقت هم ظلم بود، اون وقت هم عدالت رایده میشد، ولی نه تا این حد. اگر همون زندگی داشتن، بلوچستان یه من اتفاقا جای روشنی بود، بنیادگرایی معنا نداشت، یه همه ریشه اینقدری نمیذاشتن. اما اینا کردن. اینا رو من باید بیام بگم، وظیفه من اینه. برای مبارزه با جهل، با دکانداری دین، اینا رو باید بیام بگم. باید بیام بگم دین چقدر زیبا بود و اینا چقدر زشتش کردن. اینا رو باید بیام بگم. هموطن بعدی، شب خیلی خوبی هم ما برای شما آرزو میکنیم و خدمت شما سلام میکنیم. فرستنده شما میلرزه، هم تصویر هم صدا، و خیلی به زحمت میشه شنید. یه لطفی بکنین، نگاه بکنین ببینید میشه درستش کرد. این 3-4 روزه من 3-4 بار پیغام گذاشتم. ممنونم هموطن عزیزم. اولا پارازیت رو که میدونی، در بعضی از ساعت‌ها روی برنامه‌های ما پارازیت وحشتناکه. یعنی اصلا من نمیتونم باور کنم. برای من دوستان میگفتن که برنامه من مثلا چقدر پارازیت، برنامه تفسیر خبر و خیلی از برنامه‌های سیاسی دیگه، روز جمعه تفسیر خبر وحشتناک پارازیت. من میدونم در بعضی از مناطق چیکار کنم، چاره نداریم. در این حال دوستانی که از جی الویز برنامه رو میبینن، گاهی اوقات خب اخلالاتی به وجود میاد، ولی جی الویز حالا محبت داره میکنه، آرشیوم برای ما اونجا درست میکنه که شما بعدن اگر برنامه رو ندید به آرشیو جی الویز هم میتونید مراجعه کنید. دوستانی هم که از روی کامپیوتر میبینن، فکر میکنم لایو استریم هیچ مشکلی نداشته باشن، زنده میتونن برنامه رو ببینن. همون سایت ایران فردا رو که برید، اون گوشه اون بالا نوشته برنامه زنده، بزنید و میبینید. و فراموشم نکردم، من به شما قولایی دادم راجع به ماهواره های دیگر، و باور کنید اگر امکانشو داشتم 3 ماه پیش رفته بودم. خیزشو ور میدارم، ولی آخر ما حسابدار میاد میگه با چی چگونه. در حال شکر میکنم پروردگار عاشق رو و شمای خوبان رو. هموطن بعدی، با سلام، بنده از ایران تماس میگیرم. من یه 70 ساله هستم،
800 تومنم بازنشستگی میگیرم. یه ماشینم زیر پام بوده که فروختم. سزاوار الان یارانه من با 4 نفر 5 نفر عائله، 2 تا دختر دنبخ دانشجو یارانه منو قطع کردن. این سزاوار خدا. خدا حافظ شما برادر. نه عزیزم، نه رهبر معظم یارانه شما رو احتیاج داشتن، چون یه نوکر حسن نصرالله داشت در لبنان، این نوکرش هم احتیاجی به یه مقرری بیشتر داشت، آقا فرمودن یارانه شما رو قطع کنن به اون بدن. واقعا همین کار رو دارم میکنن. دیدید ثروتمند نبود، میلیونر نبود، میلیاردراتون دارن یارانه رو میگیرن ولی از ایشون قطع میکنی. یه کارمند گفت دو تا بچه دم بخت داره، دانشگاهی داره، چجوری زندگی بکنه؟ ناجوان مردان. هموطن بعدی، من با آقای نوریزاده میخواستم صحبت کنم. نمیدونم این برنامه با سخششونه یا اینی که برنامه رو خطه. در ضمن به شما هم خسته نباشید میگم، همچنین به رادیو ایران فردا برنامه خوبی دارین. آقای نوریزاده گفتن که این از کجا شما نگاه میکنین، این تلویزیون از تهران از کرج این قطع وصل رو داره. چند روز همینجوری قطع وصل قطع و قطع وصل میشه. با تشکر، قربونت برم، خدا. هموطن عزیزم در کرج، عنایات دستگاه امنیت خانه مبارکه بعضی وقت تو خیلی شامل حال ما میشه. پارازیت ها خیلی شدیده. اتفاقا شهرک غرب کرج از جاهایی است که پارازیت های زمینی هدفش میگیره. نمیدونم چه کنیم. رژیمی داریم بی خدا، بی حقیقت، کذاب و مدعی، این که بهترین رژیم دنیاست. چند روز پیش داشتم نگاه میکردم یک ویدیو کلیپی رو از آقای قرائتی. من قرائتی رو خیلی خوب میشناسم، همون اوائل انقلاب که خوب دیدمش و آشنا شده بودیم. یک ملای روستایی بود، روزه میخوند و بعد اومد و تو تلویزیون هم شروع کرد قصه گفتن و یه ایده هم خوب میخندیدن. اون اول هنوز کسی نمیدونست که آخوندا از چه جنم و جنسیان و چه برنامه‌ای دارن، بهش میخندیدن، جوک میگفت مولا نصرالدین و فلان. و از جمله این که شما 5 تومن هم بذارید کف دستی آخوند، مگه میتونید پس بگیرید؟ که حالا مملکت رو میخواید پس بگیرید. دیدم پیر شده، موهاش سفید شده، نشسته بود راجع به روابط دختر و پسر حرف میزه. بله آخه نمیشه، درست نیست. شما اگه خربوزه بخوری و عسل و نمیدونم این چیزهای دیگه، پسته و آجیل و غیره، اون وقت دیگه رغبت نمی کنی شام بخوری، یعنی بعد دیگه زن میگیری خیلی دوست نداری. اون وقت نگفت در جامعه‌ای که این داره این حرفا رو میزنه چه نوع روابطی برقرار. یک سری روابط طبیعی، جوانن، پسر و دختر، رابطه خیلی طبیعی داره، ولی یه سری هم روابط آنچنانی، آقایان سرداران سپاه 3 تا 4 تا زن دارن و بقیه شون انواع اقسامشون. اسلام عزیزم که اجازه داده بهشون دید. 99 تا منقطع یا موقت، بعضیشون بعضی از علما معتقدن 92 تا هم بیشتر. گفتم اون روغنی که اونا میخورن فرق میکنه. هموطن بعدی، من چند بارم پیغام گذاشته بودم پخش نشده به هر دلیل، ولی امیدوارم این پیغامم پخش بشه و یه سوالی که داشتم یکم باسم به یه جوابی برسم. برنامه امروزتون که داشتین راجع به چپان صحبت میکردین و به دفاع میکردین که خالی به پاشون رفت و همه وطن پرست و خیرخواه بودن، برای من این توهم پیش میاره که چطور همین چیزی ممکنه؟ آیا اصلا مشکلش رو میخوام بدونم با اون رژیم چه بوده؟ چه چیزهایی رو در اون زمان برای اون موقع بد میدونستن و خودشون چه پیشنهاد بهتری داشتن؟
آیا در نهضت و دستور کار عمل خودشون آزادی سیاسی وجود داشته، یا اینکه هیچ کدوم از این مسائلی که خودشون ایراد میگرفتن دو حضور چیز خودشون بهترش انجام میدادن، آیا توی هیچ کدوم از کشورهای کمونیستی همچین مردمشون راضی بودن و روزا و رفاه مردمشون به اندازه ایران بوده که بخواستن این کار رو بکنن، و اگر هم خیرخواه بودن وقتی که به انقلاب نزدیک میشد چطور با گروه های دیگه و مسلمان ها و اسلامی ها هم دست آمان شدن بر علیه شاه؟ یه واقعیت این آدم میدونستن که خب با رژیم شاه به نفع ایرانه تا بخواد اونا بیان، ولی با اونا هم دست شدن. اینا همه یه چیز دیگر نشون میده، و جالبتر از این که هیچ کدومشون هم به فکر نکنم بعد از انقلاب به هیچ کدوم از این کشورهای کمونیستی که میخواستن ایران هم مثل اونا بکنن رفته باشن. حالا شاید تعداد خیلی اندک شما هاری، ولی تمام این ایرادها، تمام این مخالفتها آیا خودشون بهتر بودن؟ مگه مبارزه مسلحانه آیا الان تروریست خونده نمیشه اینجا؟ خب دوست من، حضور درس کنم، من متاسفانه نمیدونم چرا چهار پیام شما پخش نشده. ما اینجا سانسور نمی کنیم، ولی همجوری پیام ها دنبال هم پخش میشه. بعضی وقتا از این هفته چند تا میمونه، هفته آینده 100 تا پیام میاد. در نتیجه ما پیام های هفته گذشته رو اون چهار تایی که مونده پخش میکنیم که ظلمی به کسی نشه، بعد میریم سراغ پیام های جدید. بنابراین الان پیامتون پخش شد. اما راجع به موضوعی که اشاره کردید، ببین عزیزم، اثبات شی نفی معدا نیست. شما میگید کشورهای کمونیستی بد بود، آره، ولی این بد بودن رو زمانی که من رفتم دیدم فهمیدم. روزی که من برلن رفتم، برلن شرقی، همینجوری بهتم زد. 4 سال قبل از انقلاب بود. بعد اومدم دیدم بقیه هم همینجور، اما یوگسلاوی که رسیدم دم اصلا فضا متفاوت، آزاد مثل بقیه اروپا به خاطر تیتو. رفتم بلغارستان دیدم وای چه بدبختی. بنابراین میخوام بگم همه که نمیرفتن بیرون، این آقایون بعضی هاشون رفتن آلبانی جلسه گرفتن، میدونستن آلبانی چه فلاکت زده، یه انور خوجه چه کرده، ولی این فکر ایدئولوژیه که آدمو بدبخت میکنه. بعدم من همه شون رو نگفتم، من که همه رو گفتم، من نیکخواه رو یه آدم با شرف ایران دوست ملی میدونم، چپم بود، دکتر پارسا نژاد، کوروش، اینا همه شون رو وقتی نگاه میکنی کار بدی نکردن. یه دم در زندان بودن، مهدی سامه زندانی بودن اومد بیرون، آدم نمیتونم جا انگوش بزنم که آدم بدی بود. نه، خیلی از این بچه های چپی که میشناسم، خلیق، اینا انسان های آزاده، یعنی بعد باشون آشنا شدم، خیلی هاشون دیدم چقدر بچه های نازنین هستن. فریدون احمدی، دوستای دیگه که داریم، این به منزله این نیست که اولا همه رو من تعمیم ندادم، بخشی رو گفت، در ثانی اینا توی با اون ایده های خودشون تصور میکردن سعادت و سرفرازی ایران اینه، اشتباه کردن. به نظر من تعامل ساواک و دستگاه دادگاه نظامی و غیرم خیلی تند بود، میتونستن بهتر راه بیان، میتونستن. بابا خیلی ساده بهتون بگم، تو همین عربستانی که حالا میگن قانون اساسی نداره، قانون فلان، این همه داعشی رو گرفتن، این همه القاعده ای رو گرفتن، راحت ترین کار بود اعدامشون کنن دیگه، سر زد. این کار نکردن، چون میگفت اگه اعدامش بکنم بعد چی میشه؟ اون خانواده میشه دشمن من، بچهشو کشتن. دوباره آموزششون دادن، نشستن براشون حرف زدن، آقای اسلامی که تو میگی درست نیست، اسلام یه بچه معتدلم داره. اون زمانم اگر در ساواک بودن بعضیا که میشستن با این بچه حرف میزدن، نیکخوا چجوری برگشت، تلویزیون رو دید، اطلاعاتی خاص بهش دادن. اینو باید نگاه بکنیم که اگر تعامل فقط با چماق و شکنجه و داغ کردن و
اینا که شما نمیتونید کسی رو تغییر عقیده بدید، مصممتر میشه. زندان های جمهوری اسلامی نشون داد که وحشی ترین اعمال رو نسبت به زندانی کردن. زندانی اومد بیرون دوباره شعارش رو داد. اینی که تجربه تلخ گذشته باید چراغ راه آینده بشه. از این به بعد باید همدیگر رو تحمل کنیم. عقاید متفاوت داریم تا زمانی که دست به تفنگ نبردیم کسی رو بکشیم. در اینجا با شما هم عقیدم. اون آدمی که تو خیابون میاد تیمسار فرسیو رو میکشه، میاد فلان مأمور رو میزنه میگه این مأمور بود، میره میخواد سفیر آمریکا رو بدزده، این میشه تروریست. در همه جای دنیا تروریسته و تعامل هم با تروریست‌ها بر اساس مجازاتی است که قانون تعیین کرده. و بعد از انقلاب هم ما شاهد بودیم کارهایی که مجاهدین کردن مبارزه نبود. لب و فروش رو تو خیابون بکشن، آیت الله قاضی رو بکشن، دستگی رو، اینا مبارزه نبود، اینا تروریسم بود. و اولین بارم انتحاری رو آوردن تو ایران. نتیجه چی شد؟ اون وحشیگری رژیم در قلع و قمع ده ها هزار تن از جوانای ایران، اون وحشیگری آقای خمینی در خرداد در سال 67 و خرداد 60، نتیجه اون کارا بود. مردم هم آمادگی داشتن، مردم پذیرفتن، دیدیم مردم پذیرفتن این خشونت مجدد رو. بعدم خب رفتن پیش عراق نشستن دیگه، به رژیم انقدر امکان دادن که جنایات خودش رو توجیه کنه. هموطن بعدی، سلام عرض میکنم به تمام بچه های شبکه ایران فردا و درود خاص برای آقای دکتر نوری‌زاده، شخصیتی که برای من و برای همه مخاطبین قابل احترامه، به خاطر راستگویی، به خاطر آگاهی های سیاسی اجتماعی که به مردم به ما مردم ایران میدن. من آقای نوری‌زاده چند خواهش از شما داشتم که به صورت فهرستگاز ازتون خواهش میکنم اگر امکانش هست انجام بدین. یکی این که یه توضیحی بدین، حالا یا امروز یا مواقعی دیگه، برای فراماسونرها یه اطلاعاتی داشته باشین که آیا اینا انجمنن، گروهن، سازمانن، فرقن، چیان. ممنون میشم. مورد دوم خواهش من اینه که از آقای محسن، دکتر محسن کدیور دعوت کنین اگر امکانش هست که آگاهی های مذهبی به ما بدن. مورد سوم فیلم های قدیمی برنامه چهره ها رو اگر براتون مقدوره پخش کنین. و سوال بعدی اینه که چرا همه جنگ ها و نابسامانی هایی که در حال حاضر تمام گریبانگیر تمام کشورهای قاره ضعیف آسیا و آفریقا صورت میگیره، آیا این نقش امپریالیست مهمه تو این مسائل؟ مورد دیگه اینه که 200 سال پیش حدودا شخصی به نام نوستراداموس پیشبینی هایی کرده بود، به خصوص در مورد شخصی، البته اسم نبود دور، ولی گفتون شخصی میاد مذهبی که منظورش همین خمینی بوده، عنوان کرده بود که دگرگونی ایجاد کنه در سطح. آیا شما این رو باور دارید؟ نظرتون رو لطفاً بفرمایید. گفت سوال های شما ماشاءالله اینقدر زیاد، یکی هم بعد دیگری، خب من سریع ازش عبور میکنم. در مورد فراماسون را ما انشاءالله یه برنامه ویژه خواهیم داشت. فراماسون یا فری میسن، بنایان آزاد، داستان مفصلی داره چگونه درست شد در روم، بعد به کجا رسید و تبدیل به امروز یک کلابه، مثل یک کلابه، مثل لاینز کلاب. آدم های دوره هم جمع میشن، هدف در واقع اینه که این آدم ها به بشریت خدمت بکنن و به همدیگه هم خدمت بکنن. طرف مثلا فری میسنه یا فراماسونه، رفیقش هم یا عضو فراماسون است، این میخواد بره امریکا، یه نامه میده اینو یا پیام میده به فراماسونای اونجا معرفی میکنه، وقتی میرسه خب اونا بهش کمک میکنن. اون داستانای قدیم دیگه نیست که فراماسونا حکومت عوض میکنن، نه از این حرفا دیگه خبر نیست. شوهر ملکه الیزابت هم فراماسونه، خیلی آدمای دیگه هم اینجا فراماسونن. یه دفعه میبینی صاحب یه مغازه صفحه فروشی هم فراماسونه. گذشت اون قدیما، تو ایران خب معنیش دیگری داشت.
آقای محسن کدیور از روزی که ایشون اومد گفت مردم شعار دادن هم غزه هم لبنان، من ارادتم به ایشون کم شد. واقعا باورم نمی شد یک انسانی روز روشن با عمامه و با تحصیلات حوزوی و وابستگی به یک خانواده بسیار برجسته راحت بیاد اینجوری حرف خلاف بزنه. باورم نشد. فیلم های قدیمی چهره ها، حضورتون عرض کنم ما برای نمایش فیلم های خارجی این مقدار مشکل داریم اینجا، سخت جواز میخواد، اجازه میخواد. حالا یه کارایی داریم میکنیم، منم با شما موافقم، خیلی از این فیلم ها خاطر انگیزه. چرا همه جنگ ها؟ به خاطر جهل ما. نگاه کنی همه جنگ ها تو کشور اسلامیه، به خاطر جهل ما، به خاطر اینکه حرفای دکاندارندی رو باور میکنیم، حرفایی که مبناش فریبکاری و تظاهر و دروغه. نوستراداموس خانم خیلی بیش از اینا بوده، دو قرن پیش نبود، قرنها پیش بود، حالا من دقیقا سالش یادم نیست. ایشون یه تعدادی رباعی گفت، هر کسی این رباعی رو به شکل خودش تفسیر کرد. بودند کسانی که آمدن رضا شاه رو بر همین نوستراداموس کردند، بعدم آمدن خمینی رو. یادم از سر انقلاب یک شعری دست به دست میگشت که میگفتن آقا این شعر رو شیخ نعمت الله ولی گفته و این ناظر بر آمدن خمینی است. میبینی دولتش بر کنار میبینم، به شاه داره میگه، نمیدونم تاج او بر قرار میبینم، داره خمینی رو میگه. روز اول ماه چهاردهم، ماه سی دوازدهم، من نگاه کردم دیدم عجیبه، همین موقع که رضا شاه اومده گفتن، پخش کردن و تعبیر کردن به آمدن رضا شاه. سال 32 قبل از بازگشت شاه اینو میخوندن که داره برمیگرده. ما تفسیر میکنیم، تعبیر میکنیم برای خودمون، مگه شعر حافظ رو به دلخواه خودمون تعبیر نمیکنیم؟ حافظ داد زده، سریع داره از می ناب میگه، داره از مغبچه میگه، داره از معشوق فلان میگه. نه آقا، منظور ایشون از می ناب آب زمزمه، معشوقم که میگن منظورشون حوری بهشتیه، مغ و مغبچم که میگن منظورشون مسجده. مغبچه و مغ به مسجد چیکار داره؟ زرتشتی رو داره میگه، پسر زرتشتی رو. در هر حال ما تفسیر و تعبیرهای خودمونه میکنیم. هموطن بعدی، سلام علیکم، خسته نباشید. در مورد آقای سید حسین موسویان دیپلمات سابق وزارت خارجه که امروز در ایالات متحده از کنفرانس های مختلفی میذاره، اخیرا دیده بودم در دانشکده ارتش آمریکا سخنرانی کرده بود، توهین کرده بود به اعلی حضرت، سفسطه گفته بود، حرفایی که بعضی ها درست بود بعضی ها سفسطه بود و این خیلی خطرناک هست. چهره این گونه افرادی که در ظاهر خیلی منطقی هستند ولی در باطن حرفایی که میزنند باز در راستای همون حرفای قدیمی این آقایون هست. دوست من، دوست من، ببخشید شما چرا صدا تو عوض میکنی؟ آقای حمید موسویان که ترس نداره که، من بهش هرچی میخوای بگو. حمید موسویان کیه؟ در پایان قصه مرغ هفت رنگیست، هر جا لازم بشه رنگی رو باز میکنه از بالهاش. من در همین حد میگم. سفر ایشون با آمریکا در زمانی بود که تو ایران به جاسوسی متهم شده بود، عتیقه‌های خونش رو داشتن میبردن. ایشون رفت امریکا و در اون مدت شد لابی جمهوری اسلامی. گفت ریشه و شیره ایشون از ولایت فقیهه، انتظار دیگه نداشته باشید. هموطن بعدی، سلام علیکم، درود و سلام خدمت همه اونایی که توی ایران فردا کار میکنن. من داشتم تکرار برنامه آقای نوریزاده رو نگاه میکردم با خانم فرح پهلوی، بعد ایشون اسمی از آقای کیاوش رو که گفت اهواز میده، آقای کیاوش خواستم به ایشون اطلاع بدید
آقای کیارش دبیر ما بود آبادان، اسمش آقای سیدن ربی بود اون موقع. اینا شرکت نه دو تا خونه، یه خونه به دو تا دبیر میداد و این آقای سیدن ربی به اون به اصطلاح دوستش که هم خونهش بود به زن اون نیست که تجاوز کرد، یه همچین برنامه بود. بعد از انقلابم ایشون نمیدونم سوخت، خلاصه تمام اونایی که تو واقعه سینما رکس دست داشتن به نوعی یا مثل دسته در تیکه پاره شدن، یا خلاصه تقریبا میشه گفت دقاش پس دادن. بله حضورتون عرض بکنم ایشون که معرف خاص شما است، ممنونم. درسته ایشون معلمه در آبادان بود و بعد ولی بعد به اهواز آمد و در اونجا با دیگرانی که در این ماجرای در این جنایت شوم شریک بودن همراه بودن. گمان نمی کنم مرحوم دستقیب در این ماجرا دستی داشت. هموطن بعدی. عرض احترام دارم جناب دکتر نوری‌زاده عزیز. من از مشهد صحبت می کنم. من از شما خواهش می کنم و انتقاد دارم که وقتی که مترجم شید برای مسابقه والیبال دور استادیوم آزادی یا والیبال هرچی که بوده شهریار یا پهلوی اینها معاصره میکنن، حتی کسی که اینجا زندگی میکنن در اون روز نتونن خانوما رد بشن که برای حجاب و این اینا اینقدر بحث میکنن، شما چرا لبنان جنوب لبنان حزب الله نشون نمیدین که با پول همه مردم ایران دخترای لبنانی در جنوب لبنان که طرفدار حزب الله هستن با چه ثروتی با چه زندگی با چه دیسکوهایی؟ شما حتما دوست دارید که میتونم از من فیلم برداری کنند به مردم ایران نشون بدین بگین پولای شما اینا لختن ناب محمدی که اینا آقا چیز میکنن چرا اونجا هست اینجا نیست؟ فقط پولای ناب محمدی اینجا در لبنان خوبه و مردم اینجا راست کنن. بله من از رامین خواهش میکنم همینجا یکی دوتا از اون عکسای طرفداران حزب الله در لبنان رو بگذاره تو برنامه که شما از دیدنش محظوظ بشید. بله هموطن بعدی. من خواستم سلام عرض می‌کنم خدمت همه ایرانیان خارج از کشور. من می‌خوام بگم این پنج بلاویی چه وقتی با اینا میگه این اصلا مرضشون درست کار نمی‌کنه. اینا هر چی میگن دروغ میگن. این اصلا ضد خدا هم وقتی با نماینده خدا و گزیده خدا هم کاری نمی‌کنن چجوری تو راه خدا هستن؟ اینا مرده پرستن، زنده رو در بدر کردن، زندگی همه کار میتونی بکنه در بدرش کردن میان مرده رو چسبیدن. اینا هر مدر حسابی ندارم چه وقتی با اینا میگیرن آخه؟ اینا فقط دلشون خوش بیان اونجا مسافرت و حق ماموریت بگیرن پول به جیب بذارن، آقا عقل به حسابی ندارن، خدایی ندارن، چه وقتی با اینا میذارن؟ نه لیاقت ندارن با اینا وقت بذارن. دوست من عقل درست حسابی دارن، منتها ارباب چیز دیگه بهشون میگه. آقای ظریف رفت و همه کارو بست و جام زهرم خیلی محترمانه اوور تقدیم آقا کرد. آقا جام زهر رو نوشیدن بعد دبه در آوردن. چیکار میشه کرد؟ عقل درست حسابی هم داره آقای ظریف. متعرض کردم آقا یه دفعه شب تا صبح خواب نما میشن و حرفشون رو تغییر میدن. به حال زمان کمی داریم، نمیدونم چیکار کنم، برنامه رو طولانی تر بکنم، نمیدونم. حالا داریم فکر میکنیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته دیگه همین موقع همینجا همه شما رو به پروردگار عاشق میسپارم.